اورکا با بازی ترانه علی دوستی. بریم ببینیم چه خبره. خب قبل از رسیدن به فیلم باید دوباره در مورد موضوع انتشار غیرقانونی فیلم ها صحبت کنم. اورکا مثل برادران لیلا و فیلم تفریق به صورت غیرقانونی منتشر شده. هنوز که هنوز کسی نمیدونه فیلم از کجا در میاد، هیچ کس هم کماکان مسئولیت انتشار فیلم ها رو بر عهده نمیگیره و همه یه جوره سکوت کردن انگار که اصلا یک اتفاق خیلی عادیه، خیلی داره عادی و نرمالیزه میشه و خیلی ناراحت کننده است به هر حال و خیلی بده که این اینقدر همه چیز بی سر و صاحبه. اورکا در مورد خانم الهام اسخری، خیلی از شما الهام اسخری رو میشناسید. الهام اسخری شناگری بود که موفق شد رکوردهای مختلفی رو در گینس به ثبت برسونه، ولی در این حال خیلی مشکلات عجیب غریب رو تجربه کرد، مثل اینکه رکوردش در ایران ثبت نمیشد، اصولا در ایران شناگر زن رو به رسمیت نمیشناختن و همین مسئله در نهایت منجر به این شد که یک مستند در مورد این خانم ساخته بشه. مستند بدی نبود و حالا سحر مسیبی اول فیلم بلند سینماییش رو در مورد ایشون ساخته. ژانر بیوگرافی توی سینمای ایران خیلی جدی گرفته نمیشه. بعید میدونم حتی توی چند دهه اخیر به تعداد انگشتای یه دست هم بتونیم فیلم خوب در این زمینه پیدا کنیم. فیلم اورکام دقیقاً میره در همین دسته قرار میگیره. فیلمی که سوژه خوبی داره، فیلمی که شخصیت خوبی داره، ماجراهای خوبی میتونست خلق کنه و ظرفیت‌های سینمایی خیلی خوبی داشته، اما سوژه رو کاملا هدر داده و یک فیلم کاملا ضعیفه. مشکل اصلی فیلم خود شخصیت اصلی داستان خانم الهام اسخری که وقتی فیلم شروع میشه یک بحران سخت رو داره تجربه میکنه، هر آن امکان داره که زندگیش به پایان برسه، افسردگی داره و خب ما با شخصیت پژمرده در واقع مواجه هستیم. اما چند دقیقه از فیلم نگذشته که تمام اون شخصیتی که فیلم به ما معرفی کرده توی مقدمه ناگهان یک سکانس که تمام میشه در سکانس بعد تبدیل شده به یک فردی که خیلی انگیزه داره برای اینکه بخواد یک رکورد رو ثبت کنه بدون اینکه سیر تکامل شخصیت رو طی کرده باشه. در واقع فیلم خیلی ساده اون فرد افسرده رو توی یک سکانس تغییر میده و در واقع اون فرد رو تبدیل میکنه به یک فرد با انگیزه که قرار یک رکورد گینس بزنه، قرار کلی افتخار کسب کنه و در این حال محکمه. به نظرم کاملا در تضاد با اون مقدمه فیلمه و فیلم اصلا توجه نکرده به این ریزکاری شخصیت پردازی. مشکل دیگه فیلم اینه که اول و آخر رو داره، وسط نداره. الهام اسخری وسط فیلم هیچ کار انجام نمیده، هیچ شخصیتی نیست که ما بخوایم محکم بودنش رو در تصویر ببینیم یا انگیزه هاش رو بخوایم ببینیم که داره تقویت میشه برای اینکه بخواد یک رکورد رو بزنه و اواسط فیلم صرفا به یک سری دیالوگ های بیهوده و دیالوگ های بعدی، دیالوگ هایی که خیلی زمخت نوشته شده گذشته و میتونیم بگیم عجیب ترین بخش فیلم همون بخش میانیشه که در واقع هیچ قلابی نمیندازه برای اینکه بخواد تماشاگر رو بگیره. مثل اون شخصیت پدر که اوایل فیلم خیلی شخصیت ساپورتیو و مهمی و به نظر میرسه که قرار خیلی نقش مهمی توی زندگی الهام داشته باشه، اما فیلم وسط کار یه دفعه اونو ولش میکنه به حال خودش، اصلا نیست، یک دفعه غیبش میکنه و همینجوری به حال خودش رهاش میکنه. یا شخصیت شوهر سابق که خب چند جایی در فیلم میبینیم که داره تماس میگیره، اما فیلم هیچ اشاره دیگه بهش نمیکنه، اونم از اواسط قصه دفعه به حال خودش رها میشه. خب اگه قرار نیست ما شوهر سابق رو ببینیم، قرار نیست که بدونیم چه کاری کرده، دیگه چرا چند جای فیلم باید اشاره بشه اینکه این بشر داره تماس میگیره یا این میره ملاقات یا چه اتفاقی براش افتاده؟ خب اگه قرار نیست در مورد یک شخصیت صحبت کنیم، برایش معرفیش میکنیم؟ یا مثل اون خانم مسئولی که مهتاب کرامتی نقشش رو بازی میکنه، فیلم که شروع میشه خانم دیوونه است، برای خودش داره داد میزنه، برای خودش همه رو داره کتک میزنه. خب چرا این دیوونه است؟ خل و چل چشه شما وقتی که یک فیلم سینمایی میسازید، وقتی میخواد یک شخصیت منفی رو به تماشاگر معرفی کنید، نیازمند اینه که اونو پرورش بدید، نیازمند اینه که انگیزه هاش رو به مخاطب بگید که چرا این شکلی شده، چرا قراقاتیه. نمیشه که شما همینجوری شخصیت رو بندازی وسط داستان برای خودش دادی بیداد کنه صرفا برای اینکه مخالفه، یه سری دیالوگ‌های گلدروش هم بذاری تو دهنش بگی که ما انقلاب کردیم که شما شنان نکنید. خب بس، سینما این شکلی نیست دیگه، این شکلی فیلم نمی‌سازن. یه مقدار تماشاگر جلوتر از شماست. و باید اشاره کنم که تنها ارزش فیلم اورکا بازیگر نقش اصلی یعنی ترانه علی دوستیه که خب تلاش خیلی خوبی کرده برای اینکه در نقش الهام اسخری بازی کنه. سکانس‌هایی وجود داره که در دریا داره شنا می‌کنه، مسلماً کار سختی داشته برای انجام دادن و به نظرم باید ستایش بکنیم بازیش رو. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو حتماً بزنید و امیدوارم فیلم‌های خوبی در ژانر بیوگرافی در کشورمون ساخته بشه. هنوز که هنوز به این نقطه نرسیدیم، ولی امیدوارم که برسیم. دم شما گرم و می‌بینمتون.